بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. خیلی خوشحالم که باز با یکی دیگه از دوستان جوان در کشور دانمارک میتونیم چند دقیقه ای صحبت کنیم. همونجوری که میدونید سالهاست تلویزیون مردم برنامه‌ای داره به نام پناهجویان رو دریابی. این دختران و پسرانی که از ایران آمدند، اونها هم مثل فرزندان خود ما به دنبال آزادی هستند و متاسفانه در این کشورها با یک شرایط سختی در برزخ زندگی میکنند. امروز شما رو به دانمارک میبرم و با خانم جوکار صحبتی خواهیم داشت که مدت هاست در دانمارک هستند و ایشون چون نوکیش مسیحی هم هستند، مشکلاتی هم در ایران برای خانوادهشون هست که ازشون میخوام در این رابطه هم صحبت کنن. خانم جوکار سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید. لطف کنید در چند دقیقه برای من و دوستان بگید که شما امروز در دانمارک چه کار میکنید، چگونه کشور خود فامیل خود رو رها کردید و چرا اونجا در غربت هستید و چه کاری رو دوستان میتونن انجام بدن که کمکی بشه به شما و دیگرانی که مایل هستید آزادانه دین و مذهب خود رو داشته باشید و کلن آزاد باشید. این شما و این هم بینندگان و شنوندگان، بفرمایید با شما هستید. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای سردی و همه بینندگان و دوستان عزیز. من نازلی جوکار هستم و از متولد شهر شیراز هستم. من تقریبا 3 سال و نیمه که دانمارک زندگی میکنم و پناهنده هستم و به دلایل مشکلاتی که در ایران برام پیش اومد و به دلیل فعال بودن پدرم و خانوادم و فعالیت هایی که خودم داشتم توی ایران و اینجا، خب دولت همیشه خب خانواده ما رو زیر نظر داشتن و همیشه مثلا پدرم دانشگاه میخواست بره، من میخواستم برم، همیشه توی جاهای مختلف خب همیشه این میپرسیدن از ما که و تعهد میخواستن از ما که فعالیت سیاسی نداشته باشیم و همیشه ما یه جوره نظر داشتن و من 3 سال دیگه مشکلات رو برام پیش اومد که خب مجبور به فرار شدم و خب ما توی ایران همه زندگی داشتیم، خونه داشتیم، خب چی بهتر از این که آدم تو وطن خود رو در کنار خانواده زندگی کنه، ولی خب دیگه مجبور شدیم که بیایم پناهنده بشیم به اروپا، به دانمارک. و اینکه خب توی این پروسه من خب همیشه من یه مسئله بوده که خیلی بهش فکر میکردم در کنار حالا فعالیت های دیگه که داشتم و اون هم مذهب و اعتقاد به خدا که اون همسه من از کودکی با این قضیه درگیر بودم و همسه دوست داشتم که ارتباط هم با خدا خیلی قوی تر باشه. حالا ما تو مدرسه نماز خوندن رو گرفتن، همه اینا رو یاد گرفتیم، قرآن خوندن رو یاد گرفتیم، ولی خب واقعا احساس میکردم ارتباط من با خدا اونجور که باید باشه نیست. اتفاقاتی که تو ایران برام پیش اومد و من مجبور به فرار شدم ترک کنم ایران، خب یه مقدار مربوط به همه قضیه میشه و خب من تو 15 سالگی خب کلن از اسلام، از دین اسلام، از مسلمان بودن واقعا دیگه زده شدم و خب مشکل روح روانی پیدا کردم و تا 7 سال من تحت نظر روانپزشک و روانشناس بودم به دلیل اون چیزهایی بود که ما توی مذهب به ما یاد داده بودن.
و همچنین گفتن که اگر یک قدم اشتباه بردارید، یک کار بد انجام بدید، این خدا خیلی خیلی به سختی شما رو میبخشه و شاید هم مثلا شما رو نبخشه. پس چقدر باید نماز بخونید، چقدر باید کارهای مختلف انجام بدید تا بلکه حالا خدا یه در حال شما رو ببخشه. این چیزی بود که همچه اینو به ما میگفتن و من همچه احساس گناهکار بودن میکردم و برای همین کلن از اسلام زده شدم. ولی خب خدا رو تو ذهنم داشتم، دنبال یه راهی بودن، یک مسیر، یک منحبی، حالا اسمش میتونه هرچی باشه که بتونم اعتقادم رو با خدا قوی تر کنم، ارتباطم رو با خدا قوی تر کنم. و خب جان ماست که من اومدم، خب پدرم اونجا هستن و نزدیک فکرم 7 ساله که اینجا اقامت دارن و خب پدرم نماینده حزب کمونیست ایران هستن و تحلیلگر سیاسی هستن. و خب من هم حالا در کنار سیاسی فعالیت هایی داشتم، نه به اندازه پدرم، ولی خب یه سری عقاید سیاسی، حالا عقیده نه، ولی خب یه سری خواسته های ما داشتیم. مثلا من در سال 88 تو تظاهرات شرکت کردم یا به همراه حالا چند تا از دوستان. من و پدرم اینجا هستیم زندگی میکنیم و خب از شرایط پناهندگی که بخوام بگم براتون، شرایط پناهندگی تو دانمارک نمیتونم بگم سخت یا راحت، ولی خب یه پروسه هست که تنیسه، یعنی باید تنیسه. حالا یه مدت زندگی تو کمپ هست، شرایط کمپ سخته، بلا تکلیفی برای گرفتن اقامت که خیلی سخته. خب من یه اوایل 2016 اومدم و خب اون موقعی بود که خیلی پناهنده مهاجر اومده بودن و الان تازه من بعد از 3 سال تازه میخوام برم پردا، حالا به امید خدا قراره که برم دادگاه و کسم صحبت کنم. این دادگاه هست یا مصاحبه هست و آیا قبلا هم رفتید این نوع مصاحبه و دادگاه ها، یا این مرتبه اوله؟ من 3 تا انترویو قبلا انجام دادم به فاصله 1 سال، یعنی 1 سال انترویو اول انجام دادم، اول انترویو اول انجام دادم، بعد از 1 سال، 1.5 سال هم انترویو دوم و سوم رو انجام دادم و منفی گرفتم. پس میشه گفت که پروسه اونها خیلی هم طولانی نیست، ولی برای شماها که به اصطلاح جواب منفی میگیرید این مدت طولانی میشه و این حالت برزخ و نگرانی توی اقامت شما اونجا هست. شما هیچ وقت بله از خودتون یا دوستان پرسیدید که چرا کشوری مثل دانمارک به اصطلاح به شماها که دینتون رو هم عوض کردین و از لحاظ جمهوری اسلامی و آخوندها حکومت مذهبی ایران مرتد شناخته میشید و حکمتون به اصطلاح از بین رفتن و کشته شدن هست، چرا کشور دانمارک که یک کشور آزاد هست با شماها به اصطلاح اینجوری میشه گفت حتی سختگیری میکنه و اینقدر شما رو معطل نگه میداره؟ بالا من حقیقتا خودم نمیدونم چرا مثلا پرونده اینقدر دیر بررسی میکنم، ولی خب این چیزی که من میدونم اینه که خب تو برهه که من اومدم خب خیلی پناهنده اومده بود و خب کسا که بعد از ما اومدن خب خیلی زودتر به پرونده هاتون رسیدگی کردن و تو هم اینترویو جواب گرفتن. اینجا که من منفی گرفتم از اینترویو وکیل گرفتم که بود همون وکیل هایی هستی که خود اونا معرفی میکنن، خود کمپ، حالا
هست که نزد خود امور خارجیان اینو معرفی میکنن و یک وکیلی رو که خودتون دوست دارید انتخاب میکنید و بعد از حالا یک سالونی بیشتر هستش که من وکیلم رو دیدم با هم صحبت کردیم و قرار فردا برم دادگاه. خب حالا امیدواریم که وکیل شما بتونه به اصطلاح اونجا از حق شما دفاع کنه و قبول بشید. نتیجه قبولی رو همون روز بهتون میگن نه؟ بله. امیدواریم در برنامه آینده یا مصاحبه بعدی با شما خبر قبولی شما رو از همین تلویزیون پخش کنیم. شما گفتید پدرتون هم توی دانمارک هست ولی باز خانواده اونجا دارید توی ایران که مورد آزار و اذیت حکومت؟ بله، من مادرم و خواهرم که حالا بزرگتر از خودم هسته اینا ایران هستند، شیراز زندگی میکنند و اینا همیشه بازی میکنند، همیشه اینا توی محله که پدر مادرم و خواهرم زندگی میکنند اینا همیشه میرن بازی میکنند، اطلاعات من و بابامو میخوان، همیشه اینا بازی میکنن و مامان من هستی مثلا میگن ما دیگه نیستیم، ما دیگه باشون ارتباط نداریم ولی باز مثلا بله میکنن. بعضی ها فکر میکنن شماها که به اصطلاح مسیحی شدیم و نوکیش مسیحی هستید کلیسا خیلی در گرفتن اقامت و اجازه کار و این چیزا به شما کمک میکنه، نظر شما چیه در رابطه با به اصطلاح کمک کلیسا به شماهایی که نوکیش هستید؟ ببینید کلیسا، خب وقتی که آدم کلیسا و توی کلاس های مسیحیت شرکت میکنیم، خب بعد از یه مدت خب اینا خودشون همسی میگنگن ما هر کاری بکنیم از جان میدیم و هر نامه ای که باشه لازم باشه بهمید. خب این کمک ها رو همیشه کلیسا می کنه، کشیست یا کسی که حالا موقع قصه تعمید شاهد ما میسن، همه افراد کلیسا همه کمک می کنن. ولی توی مصاحبه، توی دادگاه یا توی اینترویو این نامه ها به طور 100% ممکنه تأثیر نذاره، ممکنه بذاره، نمیدونم، بستگی به هر کسی فرق میکنه. ولی خب شرکت در این کلیساها، خب اون خارجیان خب طبیعتا فکر میکنه که ما پیگیر این مذهب و علاقه داریم که دنبال میکنیم. حالا البته مسیحیت هم مذهب نیست، یک مسیر هست، یک راه، و اون نامه ها رو خب مثلا موقع دادگاه دارم تحصیل میده، خب میگن حتما ایشون اکتیف بوده، فعال بوده، در درست خب میتونه کمک کنه. شما خودتون فکر میکنید اگر برگردید ایران یا کشور دانمارک شما رو برگردونه ایران، دولت ایران با شماها که دینتون رو عوض کردین چه کار میکنه؟ کسانی هستن که برگشته باشن به اصطلاح بدونید چه آیندهی براشون بوده که شماها بتونید اینجا بگید که اگه من برگردم این اتفاق برام میفته؟ خب طبیعتا وقتی که حالا کسی که مسیحی میشن جا واسه من که خانوادم سابقه سیاسی دارن هم در ایران و هم اینجا، خب طبیعتا آدم اروپا، یعنی ایران هم که آدم نباشه دولت حواس هست مثلا ما کجاییم، کی خب طبیعتا با توجه به مشکلاتی که برای ما پیش اومده، خب من به محضی که برگردم ایران 100% منو میگیرم و این مشکلاتی هستش که من رو تهدید میکنه. خب امیدواریم که این اتفاق نیفته، امیدواریم همینجا شما بتونید بمونید و اقامت بگیرید. بعد از دانمارک جای دیگه میخواین برین یا هدفتون اینه که اگر بهتون اقامت بدن اونجا باشید و به اصطلاح تشکیل خانواده بدید یا احتمالا درس بخونید؟ برنامه تون چیه در آینده آزاد؟
من تمام تلاشم میکنم، امیدوارم که فردا روزی باشه که بتونم اقامتم رو بگیرم، ولی خب اگر که ندن خب طبیعی من میمونم همینطور، نمیدونم فردم برم به کشوری که معلوم نیست، ولی چیزی که مشخص و معین هست توی تصمیمم اینه که خب به این شما نمیتونم برگردم. بله، ما برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم و امیدواریم که فردا در اون مصاحبه این مسئولین حرف شما رو باور کنند و به شما اقامت بدن و بعدش هم بتونیم خبر خوشحالی شما از زندگی آزادتون و از زندگی جدیدتون رو از همین تلویزیون پخش کنیم. من صفحه فیسبوک شما رو هم نشون دادم، اگه دوستان مایل هستن خواهش میکنم که با شما تماس بگیرن، یا احتمالاً افرادی هستن که امکان داره بتونن کمکی یاری انجام بدن. حتما در خدمتم. بله، من خیلی خوشحال شدم که با شما صحبت کردم. اگر صحبتی دارید، حرفی دارید، من ساکت میشم، شما بفرمایید. اگه نه از تو خداحافظی میکنیم به امید آینده بهتر برای شما. بفرمایید. من خیلی آرزو دارم و خیلی دعا میکنم که واقعا روزی ایران تبدیل بشه به یک کشوری که مردم آزادانه اون مذهب دین که دوست دارن رو داشته باشن. همه ماها ذاتن دوست داریم که یک مذهب رو دنبال کنیم، یک خدای رو اعتقاد داشته باشیم. و من واقعا برای همه دوستان و برای همه ایرانیان که در ایران زندگی میکنن و همه اینجا، حالا فرق نمیکن کجا، همه دعا میکنم که ایران واقعا عوض بشه، رژیمش عوض بشه. چون واقعا خودم فکر میکنم که همه این آخوندها که ایران هست واقعا شیطان واقعی هست، یا رژیم عوض بشه یا آخونده طرز فکر و طرز رفتارشون عوض کنن. نه اونا عوض نمیشن. بله، نشون دادن که قابل تغییر نیستن. من باز هم برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم، امیدوارم فردا موفق باشید. خیلی ممنون که با ما بودید. مرسی. ممنون. خدا نگهدار شما باشه. مرسی. دوستان عزیز، با خانم نازلی جوکار بودیم از دانمارک و میبینید این جوانها به اصطلاح به دنبال آزادی خانواده خود رو رها کردن، کشور خود رو رها کردن و در کشورهای دیگه واقعا در حالت برزخ به سر میبرن. این حالت برزخ اونجوری که ما شنیدیم، میگن یک جایی هست یا یک موقعیتی هست بین بهشت و جهنم و این بدترینه، چون نگران هستن، هر روز نگران فردا و نگران آینده هستن. این برنامه به صورت فوق‌العاده بود، چون مدت‌ها بود که می‌خواستیم با ایشون صحبت کنیم ولی امکانش نبود، تا اینکه فهمیدیم فردا ایشون مصاحبه داره و من برنامه‌های معمولی رو به اصطلاح چون باید داشته باشم، این برنامه رو به صورت فوق‌العاده برای خانم جوکار که همشهری ما هم هستن داشتم. و از شما هم ممنونم که با ما بودید. شما هم اگر میتونید کاری انجام بدید، به قدمی، به قلمی، به درمی، و اینها خانواده من و شما هستند. حالا فکر کنید که فرزند خودتون توی کشوری اینجوری نگران و منتظر باشه. بازم ممنونم از شما. برنامه ها رو از تلویزیون مردم پی میگیریم. اگر شما لطف کنید این برنامه رو با دیگران هم شیر کنید، به اصطلاح ما بیشتر ممنون و متشکر خواهیم شد. روز روزگار بر شما خوش، به امید روزی که هر کسی هر جایی که دلش میخواد زندگی کنه، هر دین و مذهبی که دلش میخواد داشته باشه و آزادانه همه شاد و پیروز باشه. روز روزگار بر شما دوستان خوش. مرسی.